شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که برای رفتن به یک مهمونی و یا مجلسی ندونید که چه لباسی رو با چه لباس دیگه ای بپوشید توی این ویدیو با من همراه باشید تا بهتون کمک کنم میخوایم به منظور آشنایی شما با نحوه ست کردن لباس چند تا مثال کاربردی بهتون بگم اگه شلوار خاکستری دارید میتونید اون رو با پیراهن سفید یا ژاکت آبی ست کنید روسری صورتیتون رو با مانتوی سفید و یا آبی فیروزه‌ای ترکیب کنید. بلوز زرشکیتون رو با شلوار سفید یا مشکی ست کنید. لباس مجلسی بادمجونیتون رو با کفش مجلسی طلایی رنگ ست کنید. بلوز قرمز رو با دامن مشکی ست کنید که ترکیب خیلی قشنگی ایجاد می‌کنه. کت شلوار مشکی خودتون رو با رنگ قهوه‌ای روشن و کت شلوار توسیتون رو با کفش مشکی ست کنید. یه سری نکات هم در مورد انتخاب رنگ برای ست کردن لباس بهتون میگم. سعی کنید رنگ های سرد رو با هم و رنگ های گرم رو با هم ست کنید. رنگ های سرد رنگ های آرامش بخش و رنگ های گرم رنگ هایی که باعث تقویت روحیه شما میشن. موقع ست کردن لباس از سه تا رنگ مشابه به هم هیچ وقت استفاده نکنید. سعی کنید توی لباسی که برای بیرون رفتن انتخاب می کنید بیشتر از سه تا رنگ وجود نداشته باشه و کم رنگ هم نباشه. لباس رو انتخاب کنید که توی اون هم رنگی از رنگ های اولیه و هم رنگی از رنگ های ثانویه و هم رنگی از رنگ های سوم به کار رفته باشه. رنگ های اولیه به رنگ های زرد، آبی و قرمز گفته میشه و رنگ های سانویه رنگ های ترکیبی از رنگ های اولیه یعنی سبز، نارنجی و بنفش و رنگ های سوم هم ترکیب دو رنگ اول هستند. بهتره ترکیب اینها به این صورت باشه که رنگ اول بیشتر از رنگهای بقیه توی لباس خودشو نشون بده و رنگ ثانویه هم کمترین مقدار از اونها رو استفاده از رنگ های تیره مثل رنگ های سیاه، قهوه‌ای و امثال این شما رو لاغرتر و کوچکتر از اونی که هستید نشون میده. برعکس استفاده از رنگ های روشن شما رو چاقتر و بزرگتر نشون میده. اگه طوری لباس بپوشید که قسمت بالا با قسمت پایین شما هم رنگ باشه شما رو لاغرتر نشون میده. و اگه قسمت بالاتنه با قسمت پایین تنه هم رنگ نباشه شما قد بلندتر به نظر می رسید. سعی کنید از پارچه هایی که دارای طرحهای مختلفی هستند کنار هم استفاده نکنید. مثلا پوشیدن بلوز خالخالی با دامن راه راه اصلا توصیه نمیشه. شما بلوز خالخالی رو با دامن ساده و یا بلوز ساده رو با دامن راه راه بپوشید. سعی کنید لباس رو انتخاب کنید که کاملا به اندازه شما باشن نه گشاد و نه تنگ و نه بلند و نه کوتاه سعی کنید فقط زمانی از کمربند استفاده کنید که واقعا کمرباریک باریک باشین پوشیدن لباس هایی که پارشه های سنگین مثل پارشه های پشمی، چرمی و بافتنی دارند باعث میشه که شما سنگین وزنتر جلوه کنید برعکس وقتی از لباس هایی که پارشه های سبک دارند مثل کتان و نخی استفاده کنید وزن شما کمتر از چیزی که هست نشون میده استفاده از گردنبند کوتاه و یقه لباس بلند گردن شما رو کوتاهتر نشون میده اگه خانوم هستید رو رو طوری سرتون کنید که به سمت پایین آویزون شده باشه در این صورت شما قد بلندتر جلوه می کنید لباس که خطوط افقی دارن شما رو چاقتر و لباس هایی که خطوط عمودی دارن شما رو لاغرتر نشون میدن. سعی کنید از لباس هایی که طرح برجسته یا پارچههای های زمخت دارن کمتر استفاده کنید. لباس هایی که خیلی نقش و نگار دارن هم شما را آشفته نشون میدن. اگه خانوم هستید و قد بلند از پوشیدن دامن خیلی بلند یا خیلی کوتاه و هم تاپ و کفش پاشنه بلند و لباس های همرنگ خودداری کنید. از گوشواره، گردنبند و کیف دستی کوچیک استفاده نکنید. در عوض لباسی با خطوط افقی، دامن بلند و دنپا گشاد، شلوار راسته و کفش لژدار بپوشید و پیرهن خودتون رو داخل دامن و شلوار بذارید تا خطوط عمودی کمرتون کمتر نمایان بشه. اگه خانوم هستید و کوتاه قد سعی کنید از پوشیدن لباس هایی با خط افقی و دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ خودداری کنید. در عوض شلوار دنپا و لباسهای رنگارنگ با خطوط افقی و کفش پاشنه بلند بپوشید که بلندتر به نظر برسید. از جورابی استفاده کنید که با رنگ شلوارتون هماهنگ باشه یا ازش تیره تر باشه. اگه از کمربند استفاده می کنید سعی کنید که رنگش رو با رنگ کفشتون یکی کنید سعی کنید از رنگ های خونسا برای ست کردن لباس بیرونتون استفاده بکنید سعی کنید شلوار رنگی خودتون رو با بلوزی که دارای رنگ خونساست بپوشید با این کار از توجه بیش از حد به رنگ شلوارتون خودداری می اگه میخواید هنگام ست کردن لباس از یه رنگی مثل بنفش استفاده کنید معمولا از تیفای مختلف این رنگ مثل بنفش روشن و بنفش تیره استفاده کنید تنها چیزی که توی این سبک از ست کردن لباس باید بهش توجه کنید اینه که باید جنس لباسایی که استفاده میکنید با هم فرق کنه مثلا اگه بلوزتون بافتنی با رنگ تیره باشه شلوارتون میتونه ساتن با رنگ بنفش روشن باشه اگر لباس طرحداری دارید سعی کنید اون رو همراه با لباس های ساده و یا لباس هایی که رنگ خونسا دارند بپوشید. اما نکات پایانی درباره ست کردن لباس شما باید از رنگ های متضاد ملایم استفاده کنید که ترکیب لباستون رو فوقالعاده می کنن. مثل ترکیب رنگ فیروزهی و صورتی. موقع ست کردن لباس میتونید از رنگ های مشابه هم استفاده کنید. رنگ های مثل یاسی، صورتی، بنفش روشن و هلویی به راحتی میتونن کنار هم قرار بگیرن. علاوه بر لباس، کیف و کفش و ساعت هم میتونن توی خوشتیپی و خوشبوشی شما نقش زیادی داشته باشن. بعضی از شما ترجیح میدید که فقط کیف و کفش خودتون رو ست کنید و بعضیاتون هم ترجیح میدید که روسریتون رو هم به اونها اضافه کنید و ستایی رو با هم ست کنید ست کیف و کفش هم قوانین و اصول خاص خودش رو داره از جمله این که میتونید ست کیف جیر با کفش چرم مات مشکی یا ست کیف مجلسی با انواع سندل ها و کیف های مجلسی با رنگ های خونسا ست کیف مخصوص استفاده روز با انواع کفشای کتونی کفشای عروسکی و کفش لوفر ست کیف پرنقش و نگار با یه صندل مجلسی ساده و غیره باشه وقتی که میخواید کیف و کفش خودتون رو ست کنید به این نکته توجه کنید که هیچ کدوم از اونها نباید بیشتر از اون یکی به چشم بیاد از طرفی جنس کیف و کفشی که انتخاب می کنید باید با هم متناسب باشه و جذابیت و زیبایی هر کدوم رو چند برابر بکنه. در پایان هم باید این رو بگم که مردان بلند قد، مردان کوتاه قد، مردان لاغر، مردان چاق، زنان کوتاه، زنان بلند، زنان لاغر و زنان چاق هر کدومشون باید موقع ست کردن لباس به یه نکاتی توجه کنند و اصولی اونها رو به کار ببرن که مخصوص وضعیت ظاهری خودشونه. حتی مردا و زنایی که صورت گندمگون دارن باید یه طور متفاوتی با کسایی که پوست روشن دارن عمل کنه توجه به این اصول و قوانین و به کار بردنشون میتونه تاثیر بسزایی توی خوشپوشی و خوشتیپیشون داشته باشه و اونها رو به عنوان مرد یا زن با سلیقه معرفی بکنه امیدوارم با کمک این ویدیو تونسته باشید لباساتون را از این به بعد قشنگ با هم ست کنید و در ملع عام خوشتیپ و خوشپوش به نظر برسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و حتما کانال ما رو برای ویدیوهای بعدی سابسکرایب کنید